سلام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که هر کجای دنیا هستین جور باشین و صحتمند. شاگردای عزیز و نازنین، امروز درس دوم از فصل دوم کیمیای صنفی 8 رو در خدمت شما عزیزان هستیم. خب شاگردای عزیز و نازنین، نمبر ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. 20-964-780-255-40-13 است که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید و سوالها و پیشنهادات و کار خانگی خود برای ما روان کنید. شاگردای عزیز و نازنین، با خلاصه درس امروز با ما همراه باشید. یادتون باشه شاگردای عزیز، در جلسه پیش و در درس‌های گذشته در رابطه با گروه برای شما یک کم توضیح دادیم و یاد گرفتیم ما شما که جدول دوره‌ای از دو بخش اساسی تشکیل می‌شد، گروه‌ها و دوره‌ها. امروز ما شما می‌خواهیم بیشتر در رابطه با گروه‌ها یا فامیل‌ها و دوره یا تناوب یاد بگیریم. همچنان یاد خواهیم گرفت که عناصر در گروپ ها چه قسمی و بر چه اساسی مرتب شده و جای به جای شده است و هر کدام از گروپ ها دارای چه ویژگی هایی می باشد. و همچنان در رابطه با گروپ های اصلی که با حرف A نشان داده می شود و گروپ های فرعی که با حرف B نشان داده می شود، امروز ما و شما کار می کنیم و یاد می گیریم که این گروپ ها چه قسمی است و چه عناصری در این گروپ ها جای گرفته است. و در آخر هم دوره یا تناوب را با هم کار میکنیم که عناصر در دوره ها بر چه اساس مرتب شده است، جای به جای شده است و همچنان چه عنصرهایی در هر کدام از دوره ها وجود دارد. و اما گروپ یا فامیل ها چی میتونه باشه شاگرده از نازنین؟ با ستون‌های عمودی در جدول دوره‌ای که با رنگ‌های مشخص شدن برایتان نشان داده شده است. با این ستون‌های عمودی که در جدول دوره‌ای ما قرار داره، بر اساس عنصرهایی که در هر کدام از خانه‌ها شاگردای عزیز و نازنین جای گرفته است، در هر کدام از خانه‌ها عنصرها بر اساس تعداد الکترون‌های قشری آخر خود مرتب شده است. دقت کنید، بر اساس الکترون های قشری آخر. به عنوان مثال، عنصر هایی که در گروه اول جای گرفته شاگردای عزیز و نازنین، در قشر آخر خود دارای یک الکترون است و همچنان عنصر هایی که در گروه دوم قرار گرفته است، در قشر آخر خود دو الکترون داره و به همین ترتیب عنصر هایی که در گروه سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قرار گرفته، هر کدام به ترتیب در قشر آخر خود به تعداد 3، 4، 5، 6، 7 و 8 الکترون داره. پس ما در اینجا یاد گرفتیم که شاگردای عزیز نازنین که تعداد الکترون های قشر آخر هر عنصر مساوی است با نمبر گروپ عنصر می باشد. در هر جدول دوره‌ای شاگردای عزیز، ما 18 گروه یا فامیل داریم که در این قسمت برای شما نشان داده شده است و هر گروه دارای خواص کیمیاوی مشابه به یکدیگر می باشد. به همین خاطر است که ما ستون‌ها یا گروه‌ها را با یک رنگ برای شما نشان دادیم که دارای خواص کیمیاوی یکسان می باشد.
گروپ ها در جدول دوره‌ای شاگردای عزیز و قند بر اساس آرایش الکترونیکی دارد به دو دسته منقسم میشه. یک، گروپ های اصلی که با حرف ا نمایش داده میشه که در جدول دوره‌ای شما این گروپ ها را مشاهده میکنید. دو گروپ اصلی در این قسمت قرار گرفته و 6 تا گروپ اصلی دیگه در این قسمت جای گرفته است که به طور مجموع در هر جدول دوره‌ای 6 جمع 2 8 تا گروپ اصلی را ما مشاهده میکنیم. گروپ دیگه گروپ فرعی است که با حرف B نمایش داده میشه که در این قسمت جدول دوره‌ای قرار گرفته شاگردای عزیز که 10 تا گروپ فرعی را ما در این قسمت مشاهده میکنیم. گروپ های اصلی شاگردا چون از جمله مهمترین قسمت در جدول دوره‌ای می باشه، ما می خواهیم در رابطه با گروپ ها یاد بگیریم که چه عنصر هایی وجود داره، چه ویژگی هایی داره که بسیار مهم است. اولین گروپ اصلی اول می باشد که با این حرف هم نشان داده می شود. حرف ا نشان دهنده اصلی بودن گروپ است و این قسمت هم که حرف یونانی است به معنای اول که میشه گروپ اصلی اول. گروپ اصلی اول شامل این عنصرها میباشه. در شکل خوب دقت کنید، عنصرهایی که در این گروپ جای گرفته است شامل هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم میباشه که عنصرها را باید بلد باشین شاگردای عزیز. تمامی عنصرهایی که در گروه اول قرار گرفته در قشر آخر خود دارای یک الکترون می باشد و همچنان تمامی عنصرها خاصیت فلزی را داره شاگردای عزیز نازنین، بجز اتم هیدروژن که اتم هیدروژن فلز نمی باشد. از نظر تعاملات کیمیاوی هم عنصرهایی که در گروه جای گرفته است بسیار فعال آن هست شاگردای عزیز، بسیار تعامل پذیر است. به این فلزات القلی یا گروپ القلی هم گفته میشه که نامی دیگهش که باید بلد باشه. این میشه خصوصیات و ویژگی های گروپ اصلی اول. گروپ دوم گروپ اصلی دوم است که با این نماد نشان داده میشه شاگردای عزیز. حرف ا نشان دهنده اصلی بودن گروپ است و این حرف هم که به زبان یونانی به معنای دوم است که میشه گروپ اصلی دوم. عنصرهایی که وجود داره در این گروپ شامل بریلیم، مگنزیم، کلسیم، استرانسیم، باریم و رادیم هست که عنصرها هم باید یاد بگیرید. گروپ اصلی دوم هم مانند گروپ اصلی اول شاگردای عزیز نازنین بسیار تعامل پذیر است و همچنان فلز می باشه که در این قسمت هر کدام از عناصرها را شکلش برای شما نشان داده شده است. میبینید که هر کدام فلز است. عنصرهایی که در گروپ دوم قرار گرفته است بر اساس قشر آخر خود هر کدام دارای دو الکترون می باشه که این را هم باید یاد داشته باشین و نام دیگه گروپ عنصرهای گروپ اصلی دوم گروپ القلی خاکی هم به آن گفته می شود. این ویژگی های گروپ اصلی دوم که ما شما یاد گرفتیم. و اما گروپ اصلی هفتم که بسیار مهم است شاگردای عزیز نازنین با این نماد نشان داده می شود. حرف ا نشان دهنده اصلی بودن است و این حرف هم که به زبان یونانی به معنای هفتم میشه گروپ اصلی هفتم. عنصرهایش چی است؟ فلورین، کلورین، برومین، آیودین و استاتین. این عنصرهای مهم گروپ هفتم می باشه. نام دیگه این گروپ هلوجن هاست که نام دیگه شم بلد باشین. از جمله عنصرهای مهم این گروپ شاگردای عزیز نازنین کلورین است که شکلش بر شما و رنگش نشان داده شده است. برومین است که باز در این قسمت شکل و رنگش بر شما نشان داده شده است. و آیودین است که به شکل جامد وجود داره و شکلش به طور واضح مشاهده میکنید. این سه عنصر عنصرهای بسیار مهمی گروپ هفتم یا هلوجن هاست. تمامی عنصرها شاگردای عزیز نازنین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشد. این ویژگی های گروپ اصلی هفتم.
و اما گروپ آخر اصلی در جدول دوره که بسیار بسیار مهم است شاگردای عزیز نازنین، گروپ اصلی هشتم می باشد که با این نماد نشان داده شده است. حرف ای نشان دهنده اصلی بودن گروپ و یک قسمت هم که به زبان یونانی است به معنای هشتم که میشه گروپ اصلی هشتم. عنصرهایی که وجود داره که باید شما حفظ کنید و بلد باشید، عنصرهای هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون و زنون است. این عنصرهای گروپ هشتم می باشن. خب همونطور که در شکل مشاهده میکنی شاگردای عزیز و نازنین، این عنصرها به شکل گاز در طبیعت یافت می شود. ماهیت آنها گازی شکل است. ساختار الکترونش هم مشاهده کنید شاگردا، در هر کدام از عنصرها ساختار الکترونی آن را مشاهده میکنید. هر کدام بجز اتم هلیوم که در اطراف خود در قشر آخر خود دو الکترون داره، مابقی عنصرها در قشر آخر خود دارای 8 الکترون می باشد. چون دارای 8 الکترون در قشر آخر خود می باشد، ظرفیت این عنصر تکمیل شده است. چون تکمیل شده است، خیلی دوست و تمایل نداره که در تعاملات کیمیاوی شرکت کند. به همین خاطر به این گروپ ها گازات نجیبه هم شاگردان عزیز گفته می شود، یا گروپ صفری هم گفته می شود که به این معنا که تعاملات آنها تقریبا صفر است و نمی تواند در تعاملات کیمیاوی شرکت کند، چون ظرفیت آن تکمیل است و 8 الکترون در قشر آخر خود دارد. و اما عنصرهایی که در گروپ هشتم برایتان گفتیم پیشتر، چند عنصر مهم است که در زندگی روزمرگی ما بسیار پرکاربرد است که باید یاد داشته باشید. عنصر زنون هست که در عملیات ها به عنوان مایع بیهوش کننده استفاده می شود و گاز آرگون است که در جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد که بسیار پرکاربرد است، پرکاربرد می باشد. و هلیوم هست که هلیوم میتونه در تیاره ها، در بالون ها مورد استفاده قرار بگیره. و گاز نئون که در لامپ های تزئینی مورد استفاده قرار میگیره و بسیار زیبا است و بسیار پرکاربرد میباشه. این از کاربرد های مهمی چند عنصر از گروپ هشتم که گازات نجیبه هم میگن با. خب شاگردای عزیز، تا به اینجا شما یاد گرفتید که گروپ ها بر چه اساس مرتب شده است، که بر اساس الکترون های قشر آخر هر عنصر مرتب شده است، و همچنان یاد گرفتید که گروپ های اصلی چی است، با چه حرفی نمایش داده می شود. هر گروپ عنصر هایش را یاد گرفتید، گروپ های اصلی مهم را و خواص و ویژگی های آنها و کاربرد های آنها را هم یاد گرفتید. حالا می خواهیم دوره را یا تناوب رو در جدول دوره‌ای ببینیم که از چه عنصرهایی ساخته شده است. دوره یا تناوب شاگردای عزیز نازنین به قطارهای افقی گفته می شود که در این قسمت براتون نشان دادیم. به قطارهای افقی که بر اساس ازدیاد نمبر اتمی مرتب شده است. به قسمی که سعی کنید در جدول دوره زد، به قسمی که در این قسمت نمبر یک، عنصری با نمبر یک قرار می گیرد، در این خانه عنصری با نمبر دو و در این خانه عنصری با نمبر سه، چهار و به همین ترتیب هر عنصر با نمبر اتمی مخصوص به خود قرار گرفته. و می بینید که عنصرها بر اساس ازدیاد نمبر اتمی مرتب شده و جای به جای شده است. اگر دقت کرده باشین، هر دوره را شاگردای عزیز با یک رنگ نمایش دادیم. این به این معناست که تمامی عنصرهایی که در هر دوره یا تناوب قرار گرفته دارای خواص کیمیاوی مشابه می باشد. خب هر دو عنصری که در جدول دوره‌ای در پهلوی هم قرار گرفته است شاگردای نازنین، می بینید که تفاوتی نمبر اتمی آنها یک می باشد. ای پس نشان می دهد که عنصرها بر اساس زیاد نمبر اتمی مرتب شده است.
خب حالا می‌خوایم ببینیم که در هر دوره چه عنصرهایی وجود داره. در دوره اول اولین عنصری که وجود داره عنصر هیدروژن هست که بسیار مهم است و بسیار پرکاربرد هست، از جمله گازهایی هست که در اطراف ما وجود داره. و عنصر هلیوم میباشه که مربوط به گازات نجیبه و گروه هشتم است که این هم بسیار پرکاربرد است. دوره اول پس شامل دو عنصر هیدروژن و هلیوم میباشد. دوره دوم و سوم چه عنصرهایی میتونه داشته باشه؟ این عنصرها را میتونید به همین ترتیب یاد بگیرید که شروع کننده دوره با چه عنصری میباشه و ختم هر دوره چه عنصری میتونه باشه. در دوره دوم شروع کننده دوره عنصر چی است؟ عنصر لیتیم میباشه و با چی ختم میشه؟ به عنصر نئون که مربوط به گازات نجیبه یا گروه هشتم میباشد. دوره سوم با عنصر سدیم آغاز میشه و به عنصر آرگون ختم میشه که آرگون مربوط به گروه هشتم یا گازات نجیبه است. دوره چهارم و پنجم، در دوره چهارم یا تناوب چهارم شاگردان عزیز نازنین عنصر پتاسیم وجود داره، آغاز کننده این دوره میباشه و به عنصر کریپتون ختم میشه که از جمله عناصر گروه هشتم است. و همچنان دوره پنجم با عنصر روبیدیم آغاز میشه و به عنصر زنون که مربوط به گروه گازات نجیبه است ختم میشود. دوره ششم و هفتم که آخرین دوره ها از جدول دوره میباشه هم شامل عناصر ذیل است. دوره ششم با عنصر سزیم آغاز میشه و به عنصر رادون ختم میشه. دوره هفتم با عنصر فرانسیم آغاز و به عنصر اوگانیم و به عنصر اوگانسون ختم میشود. این میشه عنصرهایی که مربوط به هر دوره بود و یاد گرفتین که در هر دوره، در هر جدول دوره‌ای هفت دوره موجودیت داره. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما به اینجا به اتمام رسید. میخواهیم مرور کنیم که ما و شما امروز چی یاد گرفتیم. خلاصه درس امروز ما این بود، ما و شما یاد گرفتیم که عناصری که در هر گروه جای گرفته است بر اساس الکترون های قشر آخر خود مرتب شده است. همچنان گروه های اصلی را یاد گرفتیم، گروه اصلی اول، دوم و گروه اصلی هفتم و هشتم یاد گرفتیم که چه عنصرهایی در این گروه ها قرار گرفته و ویژگی های هر گروه چی میتونه باشه. دوره رو یاد گرفتیم که عناصری که در هر دوره قرار گرفته بر اساس ازدیاد نمبر اتمی مرتب شده است و عنصرهای هر دوره را ما و شما یاد گرفتیم که چه عنصرهایی در دوره ها وجود داره. یاد گرفتیم که در جدول دوره 18 تا گروه قرار گرفته که 8 تاش مربوط به گروه اصلی، 10 تاش مربوط به گروه فرعی می بود و دارای 7 دوره هم جدول دوره‌ای می باشد. شاگردای عزیز نازنین، درس امروز ما خلاص شد. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدار همگیتان باشد.